خب بچه ها، قبل از اینکه بحث جدید رو شروع بکنم یه سری مقدمات بد نیست گفته بشه. یه سری مقدمات. بچه ها، این بحث آخر فصله، ولی همین الان صحبت بکنیم به نظر من خیلی میتونه بهتر باشه، کارهای بهتری داشته باشه. ما موجودات زنده را میتونیم تقسیم بکنیم. پس بحث ما موجودات زنده به دو گروه اصلی. موجودات زنده به دو گروه اصلی. یه گروه از موجودات زنده هستن، میگیم اینا تولید کننده هستن. یه گروه هستن میگیم مصرف کننده. پس تولید کننده داریم و مصرف کننده. بچه ها اینا واژه علمی هم داره. تولید کننده را میگن اوتوتروف اصطلاحا، مصرف کننده را میگن هتروتروف، مصرف کننده. خب اینا آخر فصل بچه ها مفصل تر صحبت میکنم، ولی الانم بد نیست ابتدا به عنوان یه مقدمه در موردش صحبت بکنم. خب در مورد مصرف کننده ها، بچه ها یه سریشون هستن حوازی هستن، مثل مثلا مهره داران وقت در نظر میگیریم همشون چنین وضعیتی دارن، کلا جانوران در نظر میگیریم. بچه ها ما اصولا جانور بی حوازی نداریم، پس من میتونم بگم کلا جانوران اینجوری هستن. بچه ها دو تا بحثه با، یه موقع است ما میگیم انسان حوازیه یا بی حوازیه، مصرف کننده حوازیه یا بی حوازیه، ما حوازی هستیم، ولی توی سلولامون ممکنه تحت شرایط خاصی تنفس بی حوازی صورت بگیره، مثل سلای ماهیچه اسکلتی و حتی ممکنه ماهیچه های دیگه هم باشن. یا اینکه اصلا یه بحث دیگه، ما گلبول‌های قرمزمون کلن تنفسشون بی حوازیه. اینا درست، ولی به هر حال ما حوازی محسوب میشیم یا بی حوازی، ما حوازی هستیم. بچه ها گیاهانم همین مدلی هستن، گیاهانم حالت حوازی دارن. آقا یعنی ما موجودات زنده بی حوازی هم مگه داریم؟ بله. مثلا حوازی بچه ها، ما اگه مثال های دیگه بخوام مطرح بکنم غیر از جانوران گیاهان، اغلب باکتری ها میگی مصرف کننده یه حوازی هست. اغلب باکتری ها مثلا اغلب قارچ ها چنین وضعیتی داره. خب حالا یه سری مصرف کننده هم هستن بچه ها بی حوازی هم. کدوم قارچ؟ سریع بگین. مثلا مخمرها که تخمیر الکلی انجام میدن، و برخی باکتری هم اینجوری هستن. برخی باکتری هم اینطوری هستن. خب بچه ها در مورد مثلا ریزوبیوم اطلاع داری؟ جزء کدوم باکتری ها حساب میشه؟ ریزوبیوم کلن تثبیت کننده های نیتروژن، که یکیشون ریزوبیومه. بچه ها ریزوبیوم حوازیه، نیازمند اکسیژنه. میگن اصلا باکتریایی که نقش مثبتی در چرخه نیتروژن دارن حوازی هستن. زمین ها میگن شخ بزنید به نفع این باکتری هاست. ریزوبیوم یه باکتری حوازیه. خب ولی مثلا یه باکتری که الکل تولید میکنه یا لاکتیک اسید تولید میکنه، تخمیر الکلی، تخمیر لاکتیک انجام میده، این بی حوازی. خب بریم سراغ تولید کننده ها. بچه ها این بحث اصلا بحث اصلیمه، تولید کننده ها
یه بخش عمدهشون فتوسنتز کنندن، فتوسنتز انجام میدن. یه بخشی هم دارن اصطلاحاً میگیم شیمی و سنتز انجام میدن. آقا دیگه شیمی و سنتز چیه؟ ما هرچی شنیدیم فتوسنتز بوده، شیمی و سنتز دیگه چیه؟ بچه ها یه سری باکتری هستن بدون وجود نور خورشید تولید میکنن مواد غذایی، تولید کننده محسوب میشن. مثلا توی سال دهم داشتید یه باکتری بود میگفتیم باکتری نیترات ساز، اینا شیمی و سنتز کننده هستن، بدون اینکه نور خورشید نیاز باشه تولید مواد غذایی انجام میدن. پس من میتونم بگم نمونش باکتری های نیترات ساز هستن، باکتری های نیترات ساز. تا اینجا رو من گفتم، اینجا را شما باید بگید فتوسنتز کننده ها شامل چه مواردی میشن، بگید سریع. اینجا را شما باید بگید دیگه فتوسنتز کننده ها که بحث اصلیمونه شامل چه مواردی میشن. خب سیانوباکتر ها، پس من میتونم بگم برخی باکتری ها مثل سیانوباکتر ها، پس برخی باکتری ها مثل سیانوباکتر، پس برخی باکتری ها مثل سیانو باکتر ها. بازم غیر از اونم داریم ها. دیگه چی؟ که بچه ها سیانو باکتر های ویژگی مهمه دیگه هم داشتن. حالا متوجه میشید فتوسنتز ها بچه ها ما میگیم یه چرخه داره به نام چرخه کالوین تثبیت کربن میکنه، سیانو باکتر ها یه تثبیت دیگه هم انجام میدادن. تثبیت چی بود؟ علاوه بر تثبیت کربن، تثبیت نیتروژن هم انجام میدن. تثبیت نیتروژن هم انجام میدن. نکته خیلی جالب این موضوع اینجا اینه که ریزوبیوم هم تثبیت کننده نیتروژنه. ولی گروه شاده قصب کنید کجاست؟ تو مصرف کننده های هوازی قرار میگیره. یعنی تثبیت کربن انجام نمیده، فقط تثبیت نیتروژن انجام میده. سیانوباکتر هم تثبیت کربن میکنه، یعنی هم فتوسنتز انجام میده. تو فتوسنتز دی اکسید کربن میاد به شکل ماده عالی، اینا ما میگیم تثبیت کربن که حالا در قالب چرخه کالوین صحبتش میکنه. و حالا میگیم تثبیت نیتروژن هم قبلا خوندید سیانوباکتر داره. پس برخی باکتری ها دیگه چی؟ بچه ها گیاهان قیدش رو دقیق بگید. اغلب گیاهان کدوم گیاهان ها شامل نمیشه؟ فتوسنتز کننده ها میگیم اغلب گیاهان. کدوم گیاهان ها شامل نمیشه که استثناء محسوب میشن؟ گیاهان انگل اسمشون چی بود؟ سس و خود بچه ها گیاهان جالیزی آیا درسته؟ آیا گیاهان جالیزی درسته؟ نه کاملا اشتباه. گیاهان جالیزی بچه ها میشن خیار، گوجه، اینا هوازی هن. میگم عذر میخوام، اینا فتوسنتز کننده هستن، بحث اون فتوسنتز هن. بنابراین گل جالیزی نه گیاهان جالیزی. آقا فرق دارم؟ بله. به اون گیاهان انگل گیاهان جالیزی گفته میشه گل جالیزی. پس اینم دقت بکنه، سس و گل جالیزی، اون گیاه انگلی را ما میگیم گل جالیزی نه گیاه جالیزی. گیاه جالیزی اون ما میگیم فتوسنتز کننده است. دیگه چیا داریم؟ یه مورد دیگه هم داریم بچه ها. برخی یا بعضی، حالا بعضی من میگم، بعضی از چیا؟ مثل جلبک ها، بعضی آغازیان، بعضی آغازیان. بچه ها ما آغازی داریم مثل آمیب، مثل پارامسین و مصرف کننده هست. ولی آغازی هم داریم که فتوسنتز انجام میده. شاید معروف ترینش چیا باشن؟ گفتم معروف ترینش جلبک ها هستن. و یکی از جلبک های خیلی معروف که توی این فصل در موردش صحبت میکنیم جلبک سبز اسپیروژیره. جلبک ها سبز دارن، قرمز دارن، قهوه‌ای هم دارن. دیگه چیا داریم؟ مثلا توی همین فصل آخر فصل اوگلنا هم صحبت میکنه. اوگلنا
به عنوان یه آغازی فتوسنتز کننده اوگلن هم قابل تر هست. بچه ها بازم داریم غیر از اینا با، ولی دیگه کتاب صحبت نمی کنه بیش از این. فکر میکنم در همین حد موضوع کافیه. این در رابطه با فتوسنتز کنندگان. خب حالا بریم سراغ بحث بعدیمون بچه ها. بحث بعدیمون در رابطه با واکنش فتوسنتز. واکنش فتوسنتز وقتی بررسی میکنیم بچه ها عکس تنفس هوازی. اینجا دیوکسید کربن میاد با آب ترکیب میشه. البته این که من میگم ترکیب میشه واژه چندان جالبی نیست. تو این واکنش بهتره بگم دیوکسید کربن مصرف میشه، آب مصرف میشه. چی تولید میشه؟ گلوکوز. دیگه چی؟ بودو هم تولید میشه. من عددی اینجا نمی نویسم. خب بچه ها حالا در ادامه میخونید که هر کدوم از اینا کجا استفاده میشن. مثلا دیوکسید کربن در ادامه خواهید خون ای کسی پیش خانی کرده میتونه بگه در چرخه کالوین ازش استفاده میکنه. بچه ها در مورد تنفس هم خیلی مهم بود که مثلا بگیم آبی که تولید میشه کجا تولید میشه، این خیلی اهمیت داشت. یا اکسیژنی که مصرف میشه کجا مصرف میشه، هر دو در زنجیره انتقال الکترون در انتهاش بودن. اینجا هم بحثمون خیلی مهمه، این دیوکسید کربن کجا مصرف میشه؟ در یه چرخه‌ای هست به نام چرخه کالوین. آب کجا مصرف میشه و در نتیجه او دو تولید میشه. بچه ها جالبیش اینه عکس اون واکنشی هست که تو زنجیره انتقال الکترون قشای داخلی میتوکندری داشتیم. اینم جالبیش اینه در زنجیره انتقال الکترون رخ میده. زنجیره انتقال الکترون. البته اینجا اندامکمون چیه؟ کلوروپلاست. در کجا؟ کلوروپلاست. ولی بازم یه نکته اینجا وجود داره. اگه مثلا گیاه باشه یا آغازی باشه، اگه باکتری باشه چی؟ کلوروپلاست نداره. آقا پس زنجیرش کجا انجام میگیره؟ در قشاش انجام میگیره. پس قشای مثلا فرض بگیر سیانوباکتر، باکتریه فتوسنتز کننده. بچه ها اینم خیلی مهمه، قبلا من روش تاکید کردم توی بحث تنفس، حالا توی بحث فتوسنتز هم خیلی مهم میشه که یه باکتری مثل سیانوباکتر اصلا کلوروپلاست نداره، میتوکندری هم که نداره، کلوروپلاست نداره، ولی بحثای فتوسنتزی ها داره، زنجیره انتقال الکترون اینجا هم مطرحه. بنابراین کجا این زنجیر انجام میگیره؟ در قشاش صورت میگیره. به هر حال ما میدونیم بچه ها زنجیره نیاز به قشا داره. پس مثلا ریزوبیوم آقا تنفس هوازی داره، زنجیره انتقال الکترونش در قشای سلولی 100% جای دیگه نمیتونه باشه زنجیره. همه از نظر علمی درسته، هم منطقش درسته. مولکول های مربوط به زنجیره در قشاش جا داره، مولکول های ناقل الکترون در قشاش جا داره. این هم یه بحث که خیلی مهمه. بچه ها بحث سومی که من میخوام به عنوان مقدمه مطرح بکنم بحث کلوروپلاست. کلوروپلاست ها من وقتی رسم میکنم شباهت هایی با میتوکندری داره، تفاوته. خب دو قشای بودن اینجا هم مطرح، ولی قشای داخلی ها اون چین خوردگی ها را ما توش نمیبینیم. این یه تفاوت های خیلی مهم. دو، اونجا می گفتیم دو تا فضا داریم بین دو قشا که محل تجمع هیدروژن بود با فعالیت پمپ های هیدروژنی، و فضای داخلی که می گفتیم اصطلاحا ماتریکس
که جایی بود که هیدروژن از اونجا به فضای بین دو اشا پمپ می شدن. همونجا جایی بود که مولکول آب تولید می شد، اکسیژن مصرف می شد توی اون فضای ماتریکس. البته چسبیده به قشای این اتفاق رخ میده. حالا فضای ماتریکس هم خیلی درست نیست. چرا؟ چون آنزیمی که باعث میشه اکسیژن مصرف بشه، آب تولید بشه، در قشای داخلی قرار داره. پس بچه ها اگه جایی شنیدید مثلا تولید آب در قشای داخلی رخ میده، این دقیق تره بخوام در نظر بگیرم تا بگم فضای داخلی. فضای داخلی جمله درستی نیست. منظورم این بود که بگم فضای بین دو قشا نیست. در بخش داخلی میتونم بگم قشای داخلی اون تولید آب صورت میگیره و مصرف اکسیژن، چون آنزیمه اونجا قرار داره، آنزیمه در قشای داخلی قرار داره. وقتی آنزیمه در قشای داخلی، واکنش هم داره در قشای داخلی رخ میده، پس تولید آب هم در قشای داخلی رخ میده. و یه جورایی میتونم بگم اون دقیق نیست، بگیم در ماتریکسش رخ میده. بچه اونجا دو تا فضا داشتیم، اینجا سه تا فضا داره. خب فضای بین دو قشا، فضای داخلی اینجا که اصطلاحاً بهش گفته میشه بستره یا استروما هم بهش گفته میشه. بچه ها اینجا جایی هست که دی ان ای قرار داره، ریبوزوم قرار داره، اینجا جایی هست که رونویسی صورت میگیره، ترجمه، تنظیم بیان ژن، همان انسازی دی ان ای صورت میگیره، چون دی ان ای وجود داره. ولی حالا بریم سراغ یه فضای سوم. بچه ها یک کیسه هایی داخل میتوکندری داخل کلروپلاس وجود دارن که این کیسه ها به صورت ستون های روی هم قرار گرفتن و به هر کدوم از این کیسه ها گفته میشه یه دونه تیلاکوئید. تیلاکوئید و فضای داخل اینا میشه فضای سوم. این فضای سوم، این فضا خیلی مهمه. فضای سوم یعنی درون تیلاکوئید. اینجا نقش فضای اولا توی میتوکندری داره، یعنی فضای بین دو قشا. اونجا می گفتیم در فضای بین دو قشای میتوکندری اچ مثبت تجمع پیدا میکنه با فعالیت پمپ. حالا اینجا صحبت میکنیم پمپ ها در قشای تیلاکوئید قرار دارن و هیدروژن ها پمپ میکنن توی این فضای سوم. پس این فضای سوم فوق العاده واسه ما اهمیت داره. خب دیگه نکته خاصی بر اساس حالا میتونم بگم ظاهر کلروپلاست ما نداریم که بخوایم مطرح بکنیم و نیازی هم نیست بیش از این فعلا صحبت بکنیم. بریم سراغ ادامه بحث. بچه ها ضبط کردم دیگه این قسمت رو ضبط کردم. خب کدوم قشا چین خورده است؟ آقای قاسمی قشای داخلی میتوکندری چین خورده است. خب که قبلا گفتیم دلیلش هم صحبت کرد. پس من بازم میگم اینجا بچه ها سه تا فضا داریم بین دو قشای کلروپلاس. فضای درونی که بهش گفته میشه بستره یا فضای داخلیش و فضای سوم درون تیلاکوئید. درون تیلاکوئید بچه ها در مورد میتوکندری قشای داخلیش بود خیلی اهمیت داشت یا قشای بیرونی؟ کدوم قشا بود؟ قشای داخلی، زنجیره داخلش قرار داشت. بچه ها ما اینجا هم زنجیره داریم، زنجیره، مولکول های زنجیره، رنگیزه های فتوسنتزی، همه اینجا در قشای تیلاکوئید قرار دارن. یعنی نقش قشای تیلاکوئید در کلروپلاست شبیه نقش قشای داخلی میتوکندری. شبیه نقش قشای داخلی میتوکندری. اینم بحث بعد. خب بریم سراغ مقدمه یه بعدیمون. بچه ها یه نفر پیام بده که صدا هست. در مورد مقدمه یه بعدیمون که من میتونم صحبت بکنم اینه که گیاهان بچه ها یه تقسیم بندی دارن. کل این تقسیم بندی ها من نمیخوام بگم. گیاهان یه بخششون بدون آوندن شامل خزه ها میشن، یه بخششون آوند دارن.
آوندارا یه سرشون دانه ندارن مثل سرخسا، یه بخششون دانه دار هستن. گیاهان دانه دار یه بخششون میگیم نهان دانه که گل تولید میکنن، یه بخششون باز دانه که گل تولید نمیکنن مثل سرو، کاج و امثالون. حالا گیاهان گل دارا یا گیاهان نهان دانه بحث من. بچه ها در مورد گیاهان گلدار یا نهاندانه دو تا اسمن برای یه چیز، نکات خیلی زیادی وجود داره. مثلا کنار آونده آبکششون چه نوع یاخته‌ای وجود داره؟ یاخته همراه از این نظر خیلی خاصه نسبت به بقیه گیاهان آوندی. یا لقاهشون از چه نوعیه؟ لقاهشون از چه نوعیه؟ موضوع بچه ها یه نکته، هر کجا اسم گل شنیدید بدونید گیاه نهاندان است و این ویژگی های مربوط به نهاندانگانه داره. لقاه مزاحف، یاخته همراه کنار آونده آبکش و هم سوال اون. در مورد لقاه مزاحف میشه 10 تا جمله همینجور پشت سر هم نوشت. در مورد اتفاقاتی مثلا دو تا تخم تشکیل میشه هنگام لقا، تخم اصلی تخم زمینه، نمیدونم و امثال اون، خیلی میشه جمله واسش مطرح کرد که لزومی نداره فعلا مطرح بکنم. حالا گیاهان گلدار اگه یادتون باشه دو گروه هن، تکلپ دولپ، اینم بر اساس رویانشون بود دیگه. رویان دارای یه لپ هست یا دوتا لپ هست، بر اساس رویان. حالا نکته ای که بچه ها اینجا وجود داره، شما در مورد تک لپه و دو لپه روش های شناساییشون میگیم روش های مختلفی وجود داره. اصلی ترینش رو همون بحث تعداد لپه هست، ولی از رو برگم میشه تشخیص داد کدومشون رگ برگا موازی هن. تقریبا رگ برگ های موازی توی تک لپه ها. تو دو لپه ها بچه ها رگ برگ اصلی داریم و انشابات رگ برگ ها داریم به صورت غیر موازی، که مثلا برگ چنار ها ما میتونیم ببینیم. تک لپه معروف ترینه شاید ذرت باشه، ذرت. دو لپه مثلا لوبیا یه دو لپه است، لوبیا یه دو لپه است. حالا یه نکته مهم، امیدوارم برگ ذرت یا گندم دیده باشید. بچه ها یه اختلافی با برگ مثلا چنار داره غیر از رگ برگاش. موقعیت روزنه های آبی هم قبول، موقعیت روزنه های آبی در تک لپه نوک برگه، در دو لپه در کناره هاست، این هم قبول. ولی یه نکته خیلی مهمی وجود داره بچه ها، برگ چنار وقتی بررسی میکنیم یه دوم برگ داره یه پهنک، برگ تکلپه ها اینجوری نیست، دوم برگ نداره فقط پهنک. دیدین حالت قلافی به ساق وصله، فقط پهنک داره. پس فقط پهنک داره. دو لپه ها برگشون وقتی در نظر میگیریم هم شامل دوم برگ و پهنک، هر دو تا را داره. بچه ها دقت بکنید یه نکته خیلی مهم، نهنج جزء گل هست یا نیست؟ نهنج نیست. برید یه بار دیگه کتابتون رو بخونید، توی بحث میوه کاذب بخونید، هست کتابتون رو بخونید، متقاعد نشدید جلسه بعدی یا توی پی وی از من بپرسید. توی بحث میوه کاذب برید بخونید، نه اونجا که میگه اجزای گلا 4 تا حلقه، جزء 4 تا حلقه نیست نهنجا، بله ولی جزء گل هست. حتی ما یه بخشی داریم میگیم دوم گل جزء گله، دوم گل داریم مثل دوم برگ. پس یه نکته خیلی مهم بچه ها، دوم برگ بخشی از برگه.
بنابراین یه برگ دو لپه وقتی میخواد جدا بشه تو فصل پاییز، اون لایه جدا کننده اگه بگیم در برگ تشکیل میشه، بچه ها درسته، در پهنک نبا، در کجا تشکیل میشه؟ در دوم برگ تشکیل میشه، لایه جدا کننده. بازم برید کتاب سال 11 ما نگاه بکنید، اون بخشی که برگا میگه جدا میشه، یه بحث لایه جدا کننده را داریم که اونجا آنزیم های مثل آنزیم سلولاز، پکتیناز اینجا تولید میشه، یه بخش لایه محافظا داریم که بعد از اینکه این برگ جدا شد، لایه محافظ تو اون قسمت از ساق تشکیل میشه. بحث من اینه اون لایه جدا کننده در کدوم بخش تشکیل شده، در ساقه یا برگ؟ در برگ. کدوم بخشش؟ دون برگ. دون برگ. خب در قاعده دون برگ تشکیل میشه. اینم در رابطه با این موضوع. خب بچه ها حالا بریم تازه سراغ شکل کتاب درسی که اونم خیلی نکته در موردش وجود داره. اون بالا را دیگه من مفصل توضیح دادم و لزومی نمیبینم که بیشتر صحبت بکنم. میخونید، ایرادی داشتید میتونید بپرسید. حالا به دلیل قبلا این موضوع توی یک کلاسی مطرح کردم، تو کلاس روز سه شنبه بوده فکر میکنم، نه چهار شنبه شما دارید، که برگ دو لپه دارای پهنک و دون برگ، برگ تک لپه فقط پهنک داره. حالا بچه ها اولا قبل از مقایسه این دوتا شکل که پر از نکته هستن دقت بکنین، نگفته هر گیاه دو لپه. مثلا گونه را بچه ها میتونید نتیجه گیری بکنید با توجه به این که میگه اون باکتری های تثبیت کننده نیتروژن در دون برگش هم هستن، پس میتونید بگید گونه رای دو لپه هست از رو برگش. بله اگه جای دون برگا دیدید بگید دو لپه. خب بچه ها نمونه گیاه دو لپه را اینجا میگه و نمونه گیاه تک لپه. من از یه طراح تست آزمون و آزمایشی توقع ندارم، ولی از شما توقع دارم که جملات کتابا دقیق بخونید. بچه ها میگه نمونه، نمیگه هر گیاه دو لپه اینجوره، نمیگه هر گیاه تک لپه اینجوره، اینا نمونه محسوب میشن. این یه نکته مهم که قبل از اینکه بررسی بکنیم لازم بود بگیم. من این دوتا برگ رو وقتی مقایسه میکنم یه سری ویژگی مشترک هر دوتاشون دارن. هر دوتا پهنکا نشون داده دیگه، کاری به دون برگ نداشته، چون میتونم بگم سمت چپی که برگی تک لپ پس اصلا دوم برگی در کار نبوده، سمت راستی چون دو لپ پس دوم برگی در کار بوده، ولی اینجا اصلا پهنکا نشون داده. حالا هر دو ببینید رو پوست بالایی و پایینی وجود داره. بچه ها تعداد روزنهای کدوم بیشتره؟ تعداد روزنهای کدوم بیشتره؟ رو پوست بالایی یا پایینی؟ نه رو پوستا دارم میگم، رو پوست بالایی یا پایینی؟ پایینی. توی هر دو تاش نگاه کن. و چون این دلیل خیلی جدی و محکمی داره، با دلیلش اینه که مانع از هدر رفتن آب برگ بشه. آقا چرا روزنه میخواد برای ورود دیوکسید کربن، خروج اکسیژن، ولی از اینجا میتونه آب هم خارج بشه. اگه بالا باشه نور خورشید مستقیم داره میتابه، آب گیاه هدر میده. خب بچه‌ها یه نکته ای هم که خیلی مهمه در رابطه با اینه که در یه گیاه کدوم بخش ها فتوسنتز انجام میده. ما میگیم هر جایی دیدیم سبز رنگه، خب برگ آقا سبز رنگ هم بر، ولی آیا جایی دیگه هم داریم؟ میگیم بر. مثلا تو قطعات گل بچه ها کدوم قطعشه میتونید بگید فتوسنتز انجام میده؟ توی اون حلقه‌های گل کدوم حلقه را قطعا میتونید در موردش صحبت بکنید؟ کاسبرگ سبز دیگه، فتوسنتز انجام میده. بچه‌ها مثلا گوجه فرنگی وقتی قرمز میشه؟ نه، وقتی سبز بوده فتوسنتز درش انجام میگرفت. ساقه نمیدونم شما شب در یونج این را نگاه بکنید، حالت سبز رنگ، فتوسنتز انجام میگیره.
حتی ما مورد ریش هم داریم که البته شرطش اینه بیرون باشه، با ریشه هوایی فرق میکنه، یه بحث دیگه است. این یه بحث. بچه از نظر نوع یاخته ای چه نوع یاخته هایی کلروپلاست دارن در گیاه فتوسنتز انجام میدن؟ چه نوع یاخته هایی؟ چه نوع یاخته هایی؟ یکیش پارانشیم. هر پارانشیمی نه، مثلا پارانشیمی که توی مغز ساقه و ریش است اون که فتوسنتز انجام نمیده، یا تو سامانه یا آوندی مثلا ساقه و ریشه ما پارانشیم داریم ولی فتوسنتز انجام نمیده. پس نه هر پارانشیم، مثلا پارانشیم توی بربر، حتی توی ساقه بچه تو قسمت پوست ممکنه، ممکنه مثلا یونج شب در اینو باشن که رو پوست بحثش مطرح، زیرش پارانشیمی است که میتونه این فتوسنتز کننده باشه. هر پارانشیم موجود در لایه پوستم شما نمیتونید همچین چیزی یا مطرح بکنید. دومیش دیگه چیه؟ نگهبان روزنم هست. آفرین، که اینجا دارید میبینید بچه ها خیلی مهمه نگهبان روزنه. تنها سلول سامانه پوششی گیاه، سه تا سامانه داره، پوششی، زمینه ای، آونده، زمینه ای که پارانشیما داریم، کلانشیم هم داریم درش، کلانشیم هم بچه هم میتونه فتوسنتز کننده باشه. تو سامانه پوششی تنها سلول فتوسنتز کننده اش سلول نگهبان روزن است و سلام دیگه نداره. پس در سامانه پوششی که اگه یادتون باشه دو مدل بود، یه مدلش رو پوسته، یه مدلش پیرا پوسته. بچه ها پیرا پوست آیا سلول فتوسنتز کننده میتونه داشته باشه؟ پیرا پوست سلول فتوسنتز کننده آیا میتونه داشته باشه؟ خیر، اصلا. چون ما میگیم پیرا پوست از چی تشکیل شده؟ کامبیومه چوب پنبه ساز که ربطی نداره، چوب پنبه که اصلا مرده است. پارانشیم هم داریم که اون پارانشیم اون زیر قرار گرفته، اصلا نوری بهش نمیرسه، بخواد فتوسنتز انجام بده، این خیلی مهمه. ولی مدل رو پوستیش چی؟ مدل رو پوستیش بله نگهبان روزنه، نوعی سلول رو پوستیه، درسته تماس پیدا کرده ولی بازم جزء رو پوست حساب میشه. زمینه ای هم که گفتیم بچه ها سامانه آوندی در ساقه و ریشه به هیچ وجه هیچ سلول فتوسنتز کننده ای نداره، حتی پارانشیمش، حتی پارانشیمش. خب اینم یه بحثی که باید میگفتیم. پس ما توی روپوس بچه ها سلول فتوسنتز کننده بله داریم، سلولای نگهبان روزنه که شکل ویژه ای دارن، لوبیا شکل بودنشون خیلی معروفه دیگه، لوبیا شکل بودنشون. خب بچه ها سه بخش این پهنک داره، یکی بحث رو پوست داشته بالایی و پایین، دو رگ برگشه که گفتم در تک لپه موازات هم دیگه، در دو لپه اصلی و حالت انشابی، و میان برگ. بچه ها میان برگ جفتشون نگاه بکنید دارای کلروپلاست سلولاش فتوسنتز انجام میدن، ولی یه نکته، آرایشاشون با هم فرق داره. سمت چپ که تک لپ هست میبینید حالت اصطلاح هم میگن کلهم اجمعین میان برگ اسفنجی، یعنی فاصله بینشون زیاده و یه ساختار اسفنجی دارن اصطلاح هم. پس میان برگ بچه ها در تک لپ ما میتونیم بگیم حالت اسفنجی داره، این که میگن بچه ها حالت کلی میتونه پیدا بکنه. در دو لپ نگاه بکنید قسمت بالایش به صورت مثل پلای نردبان پشت سر هم ببینید قرار گرفتن و بهش گفته میشه نردهی، پارانشیم نردهی، این قسمت ها بهش میگیم پارانشیم نردهی. اینجا این قسمت پایین ها بچه ها میگیم اسفنجی. در مورد تک لپه گفتم کلش حالت اسفنجی داره، نردهی نداریم. بچه ها تو نرده ای تراکم سلولا بیشتر یا تو اسفنجی؟ تراکم سلولا تو کدوم بیشتره؟ تو نرده ای. برگا تا حالا دقت کردید بالاش تیره تره سبزش یا پایینش؟ بالاش. دلیلش همین، دلیلش همین موضوعه.
حالت نرده ای بودن، یعنی فشردگی خیلی زیاد و تعداد کلروپلاس اینجا خیلی زیاده. پس بچه ها خیلی این نکات اهمیت داره. مثلا من میتونم بگم رو پوستی که تعداد یاخته نگهبان روزنه بیشتری داره مجاور پارانشیمه چیه؟ مجاور پارانشیمه چیه؟ اسفنجیه، اینم تازه در برگ چی؟ دو لپه و تک لپه، اونم مجاور اسفنجیه. و روپوستی که یاخته نگهبان کمتر داره در برگ دو لپه مجاور نرده، در تک لپه بازم مجاور اسفنجی، چون اون کل مجمعینش اسفنجی. حالا بریم سراغ رگ برگ. خب در مورد رگ برگ میدونیم از یه سری آوند تشکیل شده در قسمت مرکزیش. بچه ها خارج از کتاب به نظر من اون بالا یا آوند چوبی هم، اون پایین یا آبکش. بچه ها دلیلش هم یه بحث علمیه خیلی جالبه. آها گفته اون طرف، من یه لحظه این طرف ها دیدم، اینجا هم که گفته. خب پس اگه گفته که دیگه هیچی، من فکر کردم نگفتم. خب بچه ها یه بحث علمی خیلی جالب داره. این بحث علمی چیه؟ توی دستجات آوندی چوبی داخل تره توی ساقه یا آبکش و ریشه؟ فرق نمیکنه کدوم داخل تره، کدوم داخل تره، توی ساقه و ریشه کدوم داخل تر قرار میگیره؟ آبکش داخل تره یا چوبی؟ چوبی داخل تره. بچه ها چه تک لپه چه دو لپه وقت در نظر میگیریم، یه دسته آهن یا وقت در نظر میگیریم، چوبی به سمت داخل قرار داره، آبکش به سمت بیرون. یه قاعده کلی در ساقه و ریش هم سد میکنه. حالا بعضی جا خیلی واضح تره، بعضی جا نه. مثلا تو ریشه تک لپه خیلی واضحه، تو ریشه دو لپه اصلا اون وسط آوندهای چوبی خیلی مشخص. حالا دقت بکنید چی میگم. ببینید دست این خودکار باشه آونده، حالا اون جا عکس اینجا میشه، مصیبت هم داریم من در نظر میگم. بچه ها این خودکار مثلا من میگم داخل تره، درسته؟ و در نتیجه این میگم آونده چوبی، دست من بیرونی تره، آونده آبکش. حالا دقت بکنید این دست یا آوندی، بله تصویری که من از خودم میبینم فرق میکنه. حالا من میگم انشالله که مشکلی نداشته باشه. پس خودکار داخل تر در نظر بگیرید، آونده چوبی، دست من آونده آبکش بیرون تر قرار داره. وقتی وارد برگ میشن ببینید کدوم رو میفته، وقتی از ساق میرن وارد برگ میشن کدوم رو میفته؟ خودکار، یعنی آونده چی؟ چوبی. دلیلش رو متوجه شدید؟ پس من یه بار دیگه میگم خودکار اگه آونده چوبی باشه، دست من آونده آبکش، وقتی وارد برگ میشن اینجوری از ساق خارج میشن، خودکار رو میفته، آونده چوبی بالا میفته، آونده آبکش پایین میفته. دقیقا، چون دسته ی آونده حرکت میکنن وارد برگ میشن دیگه، دسته ی آونده وارد برگ میشن. خب و افق، بله از حالت عمودی به حالت افقی در میان. اون که داخل تره چی میشه؟ میره بالا. اون که داخل تره بالا قرار میگیره. داخل تره چی بود؟ چوبی بود، رفت بالا قرار گرفت. پس توی برگ، توی رگ برگاش وقت در نظر میگیریم چوبی بالاتر از آب کش. اینم یه بحث. حالا یه بحث خیلی مهم که متاسفانه یه خورده اینجا کتاب بد گفته، غلاف آوندی. غلاف آوندی آقا دیگه چیه؟ بچه غلاف آوندی که توی بحث رگ برگا قابل تره، توی بحث مثلا ساق و ریش اصلا بحثش مطرح نیست. یه سری یاخت ها، چون اگه یادونو باشه اونجا دست جات آوندی یا بچه ها چی آهاته میکرد؟ فیبر آهاته میکرد دیگه، اینجا فیبر و اینجور چیزا نداره. اونجا ما بحث فیبر داشتیم که دور تا دوره اون دست جات آوندی ها احاطه میکرد و مردن بود اغلب موارد.
طبق کتابشون. حالا چاپ جدید کلا میگه مرده است. حالا اینجا ما بحث قلاف آوندی ها داره، چه در تک لپه چه در دو لپ. ولی دقیق بشید، قلاف آوندی این تک لپه ای که اینجا نشون داده سلاش یه ویژگی مهم دارن. چی دارن؟ اون ویژگی مهم چیه؟ کلوروپلاست دارن، یعنی توانای فتوسنتز دارن. بله، توی دو لپ همون ندارن کلوروپلاست. خب بچه ها، این از اون بحثاییه که بعداً بهتر مسلط میشید و درکش میکنید، ولی من همین جا یه اشاره بهش میکنم. این تک لپه ای که اینجا نشون داده که قلاف آوندی داره و قلاف آوندیش از سلولای دارای کلوروپلاست تشکیل شده، مربوط به یک گیاه اصطلاحا میگیم C4. گیاهان C4 گیاهانی هستند که قلاف آوندیشون از سلولای دارای کلوروپلاست تشکیل شده. تو دو لپه ها هم داریم، نمونه دو لپه با قلاف آوندی کلوروپلاست دارم داریم. بنابراین من میتونم نتیجه گیری بکنم این بحث قلاف آوندی که اینجا مطرح کرده متاسفانه و باعث میشه شما فکر کنید تو دو لپه نمیتونیم کلوروپلاست داشته باشیم در حالی که داریم، یه خورده غلط اندازه. به همین دلیل اینجا دقیق گفت نمونه یه گیاه تک لپه کدوم ذرت کاملا درست، چون ذرت یه تک لپه یه C4، در حالی که اونی که قلاف آوندیش کلوروپلاست نداره و مثلا یه گیاه دو لپ هم هست، یه گیاه C3 هست. آقا C3 چیه؟ C4 چیه؟ در ادامه قراره در موردش صحبت بکنیم، ولی کتاب چون بحثش رو باز کرده منم مجبورم علمیشو بگم. فکر نکنید در دو لپه ها قلاف آوندی با کلوروپلاست نداریم. چرا داریم؟ داریم. اینو در ادامه میخونید، چند صفحه جلوتر یه بحث مفصلی واسه خودش داره. پس اینجاشا بچه ها دقت بکنه، این نمونه ای که گفته مثلا ذرت ها گفته ایرادی نداره. بله ذرت بهتر بود، من حتی نظرم اینه که باید میگفت مثلا فرض بگیر این برگ ذرت، یه گیاه C4 این ویژه گیاه خاص خودش هم داره. بچه ها هر تک لپه یا شما نمیتونید بگید که چنین وضعیتی داره قلاف آوندیشا. بعدا اینو میخونید، ما تک لپه هایی هم داریم که قلاف آوندیشون کلوروپلاست نداره. پس این قلاف آوندیه بچه ها یه مورد خاص، خیلی ربطی به تک لپه و دو لپه بودنش نداره، اینکه کلوروپلاست داشته باشه یا نداشته باشه. من سریع میرم جلو و اون سفرم میارم که ببینید بحث به چه صورته. یه خورده شاید زوده واسه گفتن این بحث، ولی چون کتاب موضوع مطرح کرده من میگم. گیاهان C4 میگه گیاهان C4 یاخته های قلاف آوندیشون کلوروپلاست دارن و محل انجام چرخه کالوینن در گیاهان C3 ندارن. پس بحث گیاه C3 و C4 اونجا از نظر بحث قلاف آوندی که مطرح میکنه، قلاف آوندی که دارای کلوروپلاست هستن سلولاش یا نیستن، دلیلش رو بعدم میخونید. اینجا بحث قلاف آوندی دارای کلوروپلاست ها مطرح کرده و میگه در گیاهان C3 این قلاف آوندی کلوروپلاست نداره، در گیاهان C4 داره. بعد یه جایی که ببینم در ادامه میگه صحبت میکنه، مثلا ذرت یه گیاه C4 اینجا صحبت میکنه، گل رز یه گیاه C3 است که اینجا صحبت میکنه و در نتیجه قلاف آوندیش داره کلوروپلاست نیست. فکر کنم حذف کرده این موضوع از کتاب که گیاه C3 و C4 بچه هر کدوم میتونه تک لپه باشه یا دو لپه باشه. بچه ها توقع ندارم خیلی این بحث ها الان مسلط شده باشید. چرا؟ چون C3 و C4 ممکنه بگید یعنی چی؟
که بعد هم میگیم بسته به این که اولین مولکول حاصل تثبیت دی اکسید کربن سه کربونه باشه یا چهار کربونه باشه میگیم سی سه یا سی چهار. اگه چهار کربونه باشه میگیم سی چهار، سه کربونه باشه اولین مولکول پایدار حاصل تثبیت سه کربونه باشه میگیم سی سه. پس من تأکید میکنم این غلاف آبندی مال یک گیاه سی سه است، اون غلاف آبندی مال یک گیاه سی چهار، مثل ذرت، مثل ذرت. دیگه مطلب خاصی که اینجا بخوایم مطرح بکنیم نیست و من همه مطالب رو گفتم توی این قسمت. بریم سراغ رنگیزه های گیاه. بچه در مورد رنگیزه های گیاهی، ما رنگیزه های گیاهی میگیم انواع مختلفی دارن رنگیزه ها، رنگیزه های گیاه. از نظرهای مختلف میتونیم تقسیم بندی بکنیم، مثلا بگیم اونایی که آنتی اکسیدانن اونایی که نیستن. بچه ها کدوم رنگیزه آنتی اکسیدان نیست؟ کدوم رنگیزه آنتی اکسیدان نیست طبق کتابشون؟ کدوم رنگیزه آنتی اکسیدان نیست؟ کلروفیل. در حالی که ما میدونیم کاروتنوئید ها آنتی اکسیدانن، آنتوسیانین هم هستن. حالا یه بحث جدید داریم، یه تقسیم بندی جدید. رنگیزه های گیاهی ها دو گروه ما میکنیم، فتوسنتزی غیر فتوسنتزی. بچه ها رنگیزه های فتوسنتزی شامل چیا میشن؟ خب اصلیش که کلروفیل ها باشن، کاروتنوئید ها هم به عنوان کمک کلروفیل ها هستن. پس کلروفیل ها و کاروتنوئید ها، کاروتنوئید. غیر فتوسنتزی چیا میشن؟ غیر فتوسنتزی آنتو سیانین ها. خب بچه آنتو سیانین ها هیچ نقشی در رابطه با فتوسنتز ندارن. چرا؟ دلیلش خیلی ساده است. کسی میتونه دلیلش رو بگه؟ چرا آنتوسیانین ها هیچ نقشی در فتوسنتز ندارن؟ به جایگاه فتوسنتز دقت میکنن. چرا آنتوسیانین ها هیچ نقشی در فتوسنتز ندارن؟ محلشون در واکوله، واکول که محل فتوسنتز نیست. پس چرا غیر فتوسنتزی هن؟ چون اصلا اینا تو واکوله، واکوله. حالا من یه سوال مطرح میکنم، کاروتنوئید ها در هر اندامکی که هستن نقش فتوسنتزی دارن؟ در هر اندامکی که هستن. و کدوم اندامک کاروتنوئید درش هست ولی نقش فتوسنتزی نداره؟ کروموپلاست. پس کاروتنوئید ها دقت بکنید به شرطی که در کلوروپلاست باشن نقش فتوسنتزی دارن. کلوروفیل هم که در کلوروپلاست، کلوروفیل هم در کلوروپلاست. آقا این رنگیزا کجای کلوروپلاست قرار دارند؟ گفتم توی صحبتام کجاش؟ رنگیزا کجاش قرار دارند؟ کجای کلوروپلاست؟ قشای بیرونی، داخلی یا یه جای دیگه؟ رنگیزا کجا قرار دارند؟ در قشای تیلاکوئید. بچه ها حتی بگید درون تیلاکوئید غلطه. در قشای تیلاکوئید، در قشای تیلاکوئید قرار دارن. کارشون چیه؟ جذب نور، جذب نور. حالا اینجا یه سوال مطرح میشه، آقا کدوم بخش نور را جذب میکنن؟ آیا فقط بخش مرئی را جذب میکنن؟ میگیم نه، یه مقدار از نامرئی هم میتونن جذب کنن. آقا نور مرئی چیه، نامرئی چیه؟
حالا بریم سراغ بحث بعدی. بچه ها اگه یادتون باشه طیف مرئی از چند شروع می شد؟ حدودا چهارصد، بعد ادامه پیدا می کرد دیگه تا به 700 می رسید. بچه ها بعد 700 ها کدوم جانوران گیرنده واسش داشتن؟ این طرف ها کدوم جانوران گیرنده واسش داشتن؟ اینا میشه با بحث جانوری ترکیب کرد. بعد 700 ها زنبور گیرنده واسش نداشت، چون بعد 700 اسمش فرو سرخه. بچه ها اینا طول موجه. کدوم مار؟ همون ماری که مار زنگی. کلا بگیم برخی مارها، همه مارها نه. پس مثلا مار زنگی تو کدوم اندامش داشت؟ تو کدوم بخشش داشت؟ تو کدوم بخشش؟ چشم نه، بله دو حفره زیر چشم ها. پس اونجا هم گفتید زیر چشم، بله زیر چشم. بچه دقت بکنید که توی چشم گیرنده ای برای فروسخ نداره مار زنگ. زیر چشم ها، زیر هر چشم یه حفره ای وجود داره، بهش گفته میشه پیت ارگان اصطلاحا، داخل اون گیرنده وجود داره که بحثیم خیلی مفصلی مطرحی که این گیرنده ها گیرنده دمایی یا گیرنده نوری. یه جا بحثش مطرح شد و یه نفر بود میتونم بگم دکترای جانورشناسی داشت، میگفت شما تو گیره چه بحثایی هستی، و هم میگفت هر دوتا هستن، یعنی هم میتونید بگی گیرنده نوری هستن چون این جزء امواج نوری حساب میشه، هم گیرنده دمایی هستن یعنی گیرنده هایی که اونجا هستن، این پرتو وقتی به این قسمت میتابن میتونم بگم باعث افزایش دما میشن و این گیرنده ها رو تحریک میکنن. بچه ها حالا زیر 400 پس مشخص شد گیرنده هاشا کی داره؟ زنبور داره که فرابنفش. فرابنفش. خب بچه ها نمودار کتاب هست ولی من اینجا شاید دقیق نتونم نقاشیش بکنم، ولی سعی میکنم نقاشیش بکنم. میخوام به نکاتی که اینه رسم نمودارها باید توجه بکنید حواستون باشه. خب بچه ها یه نکته قبل از این موضوع، حالا شما رنگارا که الان اینجا نمیبینید، این خودکار من این بخشی که قرمزه میتونم بگم نور قرمزا جذب میکنه یا منعکس میکنه. منعکس میکنه. پس بچه همیشه یادتون باشه ما هر چیزی یا به هر رنگی دیدیم داره اونو منعکس میکنه. بنابراین کلروفیل یا سبزینه، بچه ها حداقل من میتونم بگم کدوم بخش نور مرئی یا جذب نمیکنه و منعکس میکنه. حالا جذبش خیلی حداقله بگم. بیشترش ها منعکس میکنه. کدوم بخش نور مرئی یا سبز؟ زردم بذاری کنارش دیگه. چون بچه ها بحث رنگاینه اینجا از بنفش شروع میشه. بنفش. بعد از اون چیا داریم؟ آبیا داریم، سبزا داریم، زردا داریم، حالا حدودی من دارم می‌نویسم، نارنجیا داریم، تو کتابای شما هم به نیلی اهمیت داده نمیشه و قرمز. سبز و زرد بچه ها کنار همن. کلروفیل میزان جذبش واسه سبز و زرد پایین ترین مقداره. خب
بریم سراغ کاروتنوئید ها. بچه ها کاروتنوئید ها را شما تو فصل پاییز میتونید حسشون کنید که سبز اینا از بین میرن، رنگاشون رو نشون میدن. چه رنگ هایا؟ چه رنگ هایا؟ فصل پاییز برگا به چه رنگ هایی در میان؟ نارنجی دیگه، چی؟ زرد قرمز، نارنجی، زرد قرمز. پس یه نتیجه گیری میکنم کاروتنوئید ها بچه سمت چپ این حالا تصویری که رسم کردم جذب دارن یا سمت راستش؟ سمت چپ. بچه حالا من کاروتنوئید ها راحت میتونم نمودارش ها، سعی کنید بچه خودتون رسم بکنید، خودتون مسلط بشید. اولا یه مقدار حتی فرابنفش هم کاروتنوئید ها داخلش هستن، بعد میایم تو این قسمت یه همچین وضعیتی در نظر میگیریم، میرسه به سبز دیگه خیلی کم میشه میتونم بگم. البته کتاب میگه، کتاب نمودارش با میتونم بگم متنش نمیخونه و یه جورایی با تا سبزم بازم ادامه زیادی میداد. پس سبز آبی و بنفش بچه ها جذب بالایی داره یه کاروتنوئید وقت در نظر میگیریم، زرد و نارنجی و قرمز ها نه. بچه ها کاروتنوئید داره اگه دقت بکنید مثلا لیکوپن قرمز رنگه، یعنی منعکس میکنه، نمیدونم بقیهشون کاروتن نارنجیه، گزانتوفیل زرده، این وضعیت رو دارن. خب این در مورد کاروتنوئید ها. پس این چیا نشون میده؟ کاروتنوئید نمودارش. بچه ها اولا همینجا بدونید بیشترین جذب ما 400 تا 500 داریم تا 600 تا 700، یعنی سمت چپ نمودار، چون انرژی بالاتری هم داره نور خورشید اینجا. حالا بریم سراغ کلروفیل B. بچه ها در مورد کلروفیل B و A هر دوتاشون، دو نوع کلروفیل ها کتاب مطرح کرده، بازم داریم و سی هم داریم، ولی کتاب میگه دوتا داره. بچه ها دو قله ای هم کاروتنوئید ها یه قله بیشتر ندارن سمت چپ. آقا مهمه اینا رو تشخیص بدیم؟ بله، میتونن یه شکلی چاپ بکنن به شما بگن اون رنگیزه ای که الان دارید نمودار جذبش رو میبینید، حالا این سوال رو جواب بچه ها. من بحثم با این جذب دیگه تموم میشه، با میدونم یه مقدار شاید بیشتر طول بکشه از ساعت، ولی باید تمومش بکنم. در مورد کلروفیل بی بچه ها بالاترین قله را توی سمت چپ داره کلروفیل B، بنابراین من اینطوری میتونم نشون بدم قلش خیلی بالاست، میاد بالا بعد میاد پایین. اینجا بچه ها جذب کمی داره، دوباره این قسمت ما میگیم جذب بالایی داره. بچه ها کلروفیل A و B هر دوتا، این B هر دوتا، این بازم بیه با قله سمت چپشون از راستشون بلندتر، هر دوتاش قله سمت چپشون بلندتر. حالا بریم سراغ کلروفیل A ببینیم وضعیتش به چه صورته و تقریبا دیگه مباحثمون تموم بشه. بچه ها قلش از کاروتنوئید بالاتره، از کلروفیل B پایین تره توی سمت چپ. خب بچه ها ادامه میدم. در مورد کلروفیل A دقت بکنید قله سمت چپش یه مقدار به سمت چپ متمایل نسبت به B و پایین تر از B، بالاتر از کاروتنوئید میفته، بعد میره اینجا میاد پایین پایین، نمیگم هیچ جذبی نداره. اینجا قلش بچه بالاتر از بی میفته. فقط یه ایرادی من اینجا داشت، کلروفیل ای ها بهتر بود قلش های خورده بالاتر رسم میکردن، این میشه ای. چرا؟ ببینید کلروفیل ای هم قله سمت چپش از قله سمت راستش چیه؟ بالاتره. نکته خیلی مهم، کلروفیل بی سمت چپ قله بالاتری داره نسبت به A،
در حالی که در مورد کلروفیل A، من یه بار دیگه کلروفیل A را رسمش بکنم. سمت راست از کلروفیل B قلش بزرگتره. ببینید وضعیتش اینطوریه وقت در نظر میگیرم. تا اینجا میایم، بعد میایم پایین. اینجا دقت بکنید، یکم از بی میریم بالاتر. حالا فکر کنم درست شد. بچه ها، قله سمت راست A نسبت به قله سمت چپش پایین تره، B هم همینطوره، ولی تو سمت چپ B بالاترینه، بعد A، بعد کارتونای تو سمت راست A بالاترینه. A به سمت 700 من میتونم بگم قلش نزدیکترینه، و از این طرفم به سمت 400 یه جورایی حالا میتونم بگم نزدیکتر از قله بیه وقت در نظر میگیریم، یکم سمت چپ میافته. این تا اینجای متن. انشاءالله جلسه آینده از روی متن کتاب